در سال 60 هجری قمری معاویه ابن ابو سفیان از دنیا رفت و پسرش یزید خلیفه مسلمین شد. جانشینی یزید بدعتی تازه بود که خلافت را مثل سلطنت موروثی می کرد. کوفه شهری بزرگ و مهم در عراق عرب مقابل این بدعت ایستاد. حسین ابن علی نیز به عنوان نخستین معترض این جریان با یزید بیعت نکرد و مجبور به هجرت از مدینه به مکه شد. خیلی نامه ها از طرف بزرگان و علما و سران عشایر با نفوذ عراق به مکه فرستاده شد و از حسین ابن علی میخواست تا به کوفه بیاید و حکومت بر مسلمین را بپذیرد. حسین ابن علی پسر عم خود مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد تا از کم و کیف دعوت کوفیان باخبر شود. مسلم به کوفه آمد و مهمان مختار ثقفی در کوفه شد. به گواهی تاریخ 18,000 کوفی با مسلم بیعت کردند. یزید که از اوضاع کوفه سخت می ترسید، یکی از افراد مورد وثوق خود به نام ابن زیاد را به کوفه فرستاد تا مخالفین خود را قلع و قمع سازد. الکوفیو لایو ابن زیاد که سیاسی ماهر و کار داشته بود، در اندک زمانی موفق شد بر کوفه تسلط یافته و همه مخالفین یزید را از سر راه بردارد. نباشی ابو احسا، مانده نباشی کبوتر جد، الوعده وفا کیم، دیر که نکرد. دیروز زودش دست تو نبوده، تو هرچه توانستی کردی. به کنایه سخن میکنی کیان، خبری شده؟ خلوتی باید ابو احسا، اخباریست که باید خودت بشنوی. قیام مسلم در هم شکست ابو اسحاق. کوفیان به شهروانی گریختند. مسلم تنها ماند. کشته شد. کشته شد. کند باز هم تبل کوفیان پوست ترکانده باشد. بن کامل نفوذ بد نزن اول هدی، انشالله که خیر است. از هم جدا شدیم یک نفس تاختم. گاه اشاب کوفه رسیدم. شرطه ها راه شهر را بسته بودن. به راه شط رفتم. مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر را دیدم. از کوفه گریخته بودن. ظاهرن شرطه ها تا ساحل شط تعقیبشان میکنن. مجبور میشوند به آب بزنن.
حکایت بیکس شدن مسلم و گم شدنش را از آنها شنیدم. حبیب مدامش که ندامت میریخ و ورد زبانش مختار بود. چرا من از این میسوخ که چرا به تدبیرت اعتنا نکردم؟ مسلم و حبیب کجا رفتند؟ به راه مکه. عزم حسین داشتن تا اخبار کوفه را به او برسانم. چیزی میاندیشی که من میاندیشم؟ امیر به چه میاندیشد؟ مرگ مختار. جسارتن عرض میکنم هرچی خون کمتر بقای دوام دولت بیشتر. خدا شاهد است که من زنده بودن مختار را خوش ندارم، اما کشتن او را به مصلحت نمیدانم. مختار با همسال هانی فرق میکنم. او با یارانش مشق کرده تا خود را برای روزهای سخت آماده کند. من توصیه میکنم برای کشتن او عجله نکنید. یبن سعد، مختار یا باید با ما باشد یا نباشد. راه ثالثی وجود ندارد. مختار اهل معامله است، چرا وادار به تسلیمش نمی کنید؟ تسلیم نشد چه؟ تسلیم نشد او را بکشید. مرگ یک بار، شیون هم یک بار. اگر قرار است با کشته شدن مختار اتفاقی بیفتد، بهتر است همین حالا بیفتد. شکی نیست که درایت امیر زبانزد خاصه هم است. کاردانی امیر در بلوای اخیر حقیر را متحیر کرد. من یقین دارم که از پس مختار هم بر میایید. شما گدار عبور از مختار را بهتر از همه میشناسید. قطعاً برای تسلط و حکومت بی‌دغدغه بر کوفه چاره اندیشی ضرور را کرده اید. آی توف به قبر میت کوفیان، خدا لعنت کند این درد گوش های بی‌بوتر. خود خدا هم به میدان بیاید. خدای محمد گواه است این بیمرام ها خیانت میکنند، اما این جماعت را تا ریز ریزشان نکنی سرشون کنده نمیشند. شغال زرد آدم بشونیست. میخواهم به میدان بروم. بن کامل، دشمن علم صلح برافراشته. نمیبینی؟ به قصد جنگ نیامدند. قصد جنگ نداشته باشند نمیجنگی؟ برای چه بجنگیم وقتی دشمن نمیخواهد بجنگد؟ مختار، جان خودت و یارانت را به خطر نینداز. این لشکری که میبینی طلایه‌دار سپاهی است که من قادر به شمردن سربازانش نبودم. فکر کن هرچه شمشیر زن در کوفه بوده
به لشکر ابن سعد رفته. حتما اخبار کوفه را شنیده ای. مختصر و مفید عرض می کنم، کوفیان به مسلم پشت کردن، مسلم و هانی کشته شدن، مزهجیانم جیکشان در نیامد. کوفیان یک پارچه در زیر علم ابن زیاد بانگ مسلمانی می زنن و حسین ابن علی را کافرش می خوانن. تنها تواندیو این جماعت ولی خدا تو یک بار در جوانی جان مرا نجات دادی، می خواهم تلافی کنم. تسلیم شوی قول شرف می دهم نزد امیر شفیعت باشم و برایت امان بگیرم. اذن میدانم بده تا سر از سرش بردارم ابو اسحاق. این مردک برای خریدن شرافت ما آمده. به قول این جماعت اعتماد کردن خطاست. آنها به مسلم هم امان داده بودند. بیرق سفیدشان نیرنگ است ابو اسحاق. رخصت بدهی جواب دندان شکنی به ملعون میدهم. پشت سرشان هیچ خبری نیست. دروغ است که اینها طلایه‌دار لشکر عمر سعدند. برادران، تا ضعف و قوت دشمن را نشناخته باشی دست به شمشیر بردن خطاست. من با عشق و عقل شمشیر بستم، برای باختن به میدان نیامدم. من به پیروزی میاندیشم نه به شکست. پس خشمتان را مهار کنید، از کوره در نروید و خوب به سخنانم گوش دهید. به خدا قسم، به خدا قسم، من نه از مرگ می هراسم و نه از اینکه ما به شمار قلیلیم و دشمن کثیر. ترس من از مردن کینه هامان است، کینه هایی که در دل هامان خفته. پس کینه هاتان را انبار کنید و با خود به میان قبایل ببرید و منتظر روزی شوید تا ابتکار عمل را از دشمن بستانیم و برای غلبه به میدان بیاییم، نه شکست. ابو اسحاق، میخوایی تسلیم شوی؟ از خود فدایانت رو سر ببر. کیان بن کامن، سالهایی را که خون دل خوردیم فراموشتا نشود. قرار نبود در جنگی نامعقول و نابرابر آرزوهای من را قربانی عواطف من کنیم. حوصله هم سر رفت مختار. شارتان تمام نشد؟ خیلی عجله داری بن هرکس. من هزار جور مشغله دارم مختار. مثل تو بیکار نیستم که ای انگشت در سوراخ زنبور کنم. چه شد؟ عید جانت را میزنی یا تسلیم میشوی؟ تو میخواهی جانم را بستانی؟ من چرا خودم را بدنام کنم؟ اسرائیلی مثل عمر سعد پشت سرم به نوبت ایستاده. من فقط خواستم دینم را ادا کرده باشم، همین. جان یارانم را هم ضمانت میکنی؟ به یارانت کسی کاری ندارد. اصل دعوا تویی. وقتی تو نباشی که این بی‌نواها را تیز کنی، میروند دنبال میش و بز و اشترشان.
پس مختار ثقفی شما اید. با تو بود یا مثلت مختار کم هیبتی نیست، حق داشتی از چشمانش بترسی. این چشم ها پر از تیغ و گزنه است. من قسم خوردم سر چیز که بترسم معدومش کنم. خدا قسم شفاعت بن هوریس نبود، خونت را میریختم. جانش را به تو بخشیدم بن هوریس. از این شیر نر شغالی بسازم که از سایه خودشم وحشت کند. زندانیش کنید. مرد را می شناسی؟ بله سردار، مختار ثقفی است. آی باریکلا، یادت باشد من به این دلاور مرد ثقفی قولی شرف دادم جانش را تضمین کنم. شارگم را ببرن زیر قولم نمی زنم. از آب و غذای خودت او بخوران. هر پیغامی از جانب هر کسی شنیدی که جان او را به خطر بیاندازد من تو را قصاص میکنم. شیفن شد؟ بله سردار. به تو مختار، بدان تا به حال هیچ کس از این سیاه چال زنده بیرون نیامده. پس مراقب خودت باش، قفلت کنی خود قاتل جانت می شوی. برمین. سرانجام در محرم الحرام سال 61 هجری قمری، عمر سعد به رویای پادشاهی بر ملک ری با لشکری انبوه راه را بر امام و یاران اندکش بست.
تاریخ دهم محرم الحرام سال 61 هجری قمری واقعه عاشورا به وقوع پیوست و در جنگی نابرابر امام و یارانش به شهادت رسیده و اهل حرمش به اسارت در آمدند. آخرینشان کورپیری بود به نام ابن عفیف. برخیز مختار، میهمان داری. منم ابو اسحاق، پسرم مدزایده. خوش آمدی پسرم. برای زخم چشمت مرهم آوردم ابو اسحاق. کاش برای زخم دلم مرهم می آوردی. امان از نیش زبانت. اسماء خارجه شاهد بود و دید که با چه دوز و کلک این مرهم را آوردم. زحمت کشیدی پسرم. این زخم چشم مونس تنهایی من شده. ما با هم رفیق شده ایم. او رازدار من است و سنگ صبورم. خوب شود کسی نیست به درد دلهایم گوش کند. برو، مرا به مرحمت ها نیازی نیست. دلم خوش بود که میتوانم خدمتی به پسرم مویم کنم. این دلخوشی را از من دریغ میکنی پسرم. گورت آنه گم کنی میخیرت های نامسلمان مزدور های گم کروش پرشیدی پسرت زدی دیوانه خفه شدم. بگو آرام سبیه در من که نامی بنویس. بگو از شوالش بخواهد برای یزی نامی ببرد و آزاد که مالا طلب کند. میکشمت میکشمت خود برو جنم. آخه آخه دهی مختار دهایت کن. این دخمه یه تنگ و ترش هم آدم اندکن هلیف که به سفارش مافوق هم گردنم شکسته است و اگر نه گردن کلوفتت را میشکستم. حرام از خوبی کردن به تو. من احمق بودم که خواستم خیر سرم سلی رحم کنم. حقت زنده به گورشی. انقدر در این گور بمان تا بپوسی، تا بمیری. قربان سرت، نامه امیرالمومنین یزید است. اوف، بر این همه حماقت و رذالت مردک دمدمی مزاج عیاش گندش را در آورده. تا حسین زنده بود پا روی خرخره من داشت که حسین را بکش، حسین را بکش.
حال که حسین کشته شده احساس ندامت و پشیمانی میکند. مردک بوزینه پرست سر به هوا پیش قاضی و ملق بازی. جوانک ابله هر چرا که من رشتم میخواهد به توصیه ریش سفیدی صلوات نشخار کن پش کند. الاغ یک جو از هوش ذکاوت معاویه به ارث نبرده. چه نوشته که این همه خودخوری میکنی؟ چه نوشته؟ حکم قتل خودش را به دست نالایق خودش مهر کرده. بخوان. نوشته بی معطلی مختار ثقفی را از زندان آزاد کن. چرا؟ چون به گواهی پسر عمر ابن خطاب مختار در حوادث کوفه دخالتی نداشته. مردک گول کودن. پسر خلیفه ثانی شوهر خواهر مختار است. مسلم است بر له اوست نه بر علیهش. حتما مختار از خواهرش خواسته، خواهرش هم شوهر زنزلیلش را وادار کرده تا با مشتی اکاذیب و احیانا مشتی موعظه با کمی چاشنی تهدید و تشر به یزید نامه بنویسد و آزادی مختار را طلب کند. پف بر قبر پدر آدم بی‌درایت. چرا خونه خودت را کثیف می‌کنی؟ خب تو هم به خلیفه نامه بنویس و او را از حقیقت ماجرا با خبر کن. نمی‌شود مغل، نمی‌شود. یزید از ماجرای حسین ترسیده، در مکاتبات اخیرش تلویحاً همه کازکوزا را بر سر ما میشکند. به تقاضاهای ما یا جواب نمیدهد یا به بهانه‌های واهی آنها را به تعویق میاندازد. چند بار نوشتم حکم امارت ری را برای پسر سعد بفرست. کو فرستاد؟ مادر مرده کم خدمت کرد در حادثه کربلا. مردک دیوانه شده از بس امروز و فردایش کردیم. میخوایی چی کار کنی؟ یزید بیش از این استحقاق خدمت ندارد. آزادش میکنم. مختار را آزاد میکنم تا خواب خوراک بر خلیفه حرام کند. در میانی شخص خلیفه باعث شد تا تو را نکشم. البته دعا به جان بن حریص کن و به جان شوهر خواهر عزیزت. یکی شفاعت به من کرد و یکی به خلیفه. تو آزادی مختار، آزاد آزاد، فقط به یک شرط: در کوفه نمان. سه روز به تو مهلت میدهم از کوفه بروی. روز چهارم در کوفه رویت شوی. خونت پای خودت. بیرون.
دارید آزاد. آزادی این اجدها خواست من نبوده، خواستش شخص خلیفه است. پس منو ملامت نکنید، این هم دستور قاطع خلیفه. خودتان بخوانید. خلیفه چرا چنین خطایی کرده؟ خب بشر جایز و خطاست شمر، علل خصوص خلیفه ای مثل یزید که شاعر هم هست. شاعرها تلون مزاج دارند، درست مثل هوای بهاری اند، گاه خروشان و بارانی، گاه آبی و آفتابی. آزادی مختار یعنی حکم قتل ما؟ بله، خود یزید هم از خطر مختار در امان نیست. پس باید کاری کرد. یبن سعد، تو خود لحن خلیفه را خواندی. از دست من کاری ساخته نیست، شما می توانید کاری کنید، درنگ نکنید. باید مختار را بکشیم. بکشید، اما نه در کوفه. من به او 3 روز مهلت دادم تا از کوفه برود. اگر در کوفه باشد و مهلت تمام نشده باشد او را بکشید، مجبورم به جرم تمرد از فرمان خلیفه شما را قصاص کنم. صبر کنید تا از کوفه خارج شود. بیرون از کوفه کشته شود به من مربوط نیست. ساحل را قرخ کنید، باید داخل نیزار مخنی شده باشد. از هم جدا نشوید که خونتان به هدر می روید. ستا با هم باشید. حق نیافتید که مختار شمشی زن قهار است. بجب به بجب نیزار را بگید. رفیق خیلی خوب، خیلی خوب. عصبانی نشو، فهمیدم ابو اسحاق به درد سر افتاده، اونا فرستاده کمک ببری. نه درست رو دوستان، ابو اسحاق به زحمت افتاده، بیرویم کمک. تو راه بلدی، بیافت جلو.
سوار چله بودی احمقا؟ چطور به عقل یکی تان نرسید که راهش را ببندید؟ من به عقلم رسید، تو سردستی دیدم برزخی حرفی نزدم. خفه با همه هم بجنبید، زود باید فرار کنید. بجنبید احمقا، باید فرار کنید. بجنبید، فرار کنید. تغییرشان نکنید، زخمی هایشان را اسیر کنید، باید مغارشان بکشید. ابو اسحاق، کجایی ابو اسحاق؟ منم کیان. صدایم را میشنوی؟ منم کیان. ببار زیان، ببار. بر کشته دشت نینوا باید خون گریست نش. ببار. تو چرا از قافله عشق جا ماندی؟ راه گم کردم ابو اسحاق. راه بلدی؟ چون تا که راه را گم کند نابلدان را چه گناه؟ راه را بسته بودن، از بیراه رفتم، هرچه تاختم مقصد را نیافتم. شرط عشق جنون است، ما که ماندیم مجنون نبودیم. لسارات الحسین، به خدا قسم ذکر شب و روز زندانم این بود که زنده بمانم و به تقاصه خون حسین قیام کنم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. این وعده خداست. به زودی ستمکاران خواهند دانست چگونه زیر و زبر می شوند. درود خدا بر شما باد. خوش آمده آقاست.
مغولشان کشیدید؟ بله، مزدوران شمر ابن زلجوشن و عمر ابن سعد بودند. بنا داشتند ابو اسحاق را بکشند. دخیلکی ها سیدی، دخیلکی ها مختار، غلط کردم ابو اسحاق، بیجا کردم، به روح مرده هایم تو. من بیگناهم، به خدا قسم هفتش سر آهلم. عمر سعد وعده 100 دینار کرد، نصفش را هم به یانه داد. مرا ببخش مختار، بر پدر آدم فقیر لعنه که به خاطر 100 دینار گول میخورد و به مصاف مرد مردان کوفه میآید. مرا ببخش مختار، تا زنده باشم مرید مرا بزن. برخیز. به چشمم اسحاق. برو به عمر سعد بگو مختار تا تو را نکشد نمی میرد. بدیدیم توف به روح مرده و زنده تان. کدام علاقی هر رهور میکرد که میزنیم میکشیم؟ بس کو؟ از بغلش بیشتر از این ایوانات است مسلمان. خریت شاه خودم دارد. بیست ازشان بردیف ایستادند. چقدر عیز التماس کردم هوش و گوش باشید. مختار رندیست که همه گریزگاه ها را بلد است. قربان، شما خودتان فرمودید که مختار تنهاست. ما گمان یارانش را نداشتیم. مختار در چنگمان بود که افرادش سر رسیدن. هر رزن کل خره کل بو یک نیست خال اقلا خره کلی کل داشتی راه از مختار را میبستی. هم وقت میدیدی که مختار تنها تر از تنهاست. گم شویدی خدا را نبیرم بفخورای تن لج. حرف بزن شمر، چه کنیم؟ شطور سواری دلا دلا نمی شود. مختار را باید آشکارا بکشیم. او خودش را به یارانش رسانده. با چهار تا شلکور کریفش نیستیم. باید لشکری فراهم کنیم و تا مختار یارگیری نکرده خلاصش کنیم. کدام لشکر شمر؟ از قبر میت من سربازش را بیاوریم؟ شیخ قرار است با کدام لشکر عازم رهی شود؟ مرا دست می اندازی بی مادر؟ مرا ریشخند میکنی پس دنی؟ در کربلا من با ریسمان تو نابکار به چاه رفتم. تو نبودی دستم به خون حسین آلوده نمیشد. تو به طمع حکومت ری به چاه افتادی. چرا با ریسمان من؟ وقتی حکم جنگ با حسین را به دستت دادم چرا سر اسبت را کج نکردی و برگردی؟ چرا ماندی؟ مرد باش، گناه کردی گردن بگیر. دست من و دست تو هر دو به یک اندازه آلود به خون حسین است. چرا گرگ جان هم شدید؟ مختار هنوز شمشیر نکشیده، شماها دل پاره کردید. وای به روزی که شمشیر بکشد. مختار از چنگتون گریخته؟ خب حتما یه جایی کارتان میلنگیده. به جای اینکه بنشینید ای به کارتان رو بسنجید، هم رو گازگازی میکنین. بانو، شیخ نمیخواد خون حسین را گردن بگیرد. به من نگو شیخ گیر سگ. بفرما، منطقه شده فحاشی. عمر رو به من ببخشم. اون این روزها تلخ زبان و تند مزاج و آشفته خیال شده. یک مرتبه بگو دیوانه شدم. دیوانه نبودی متعرض شمر نمی شدی. تو شمر دو لبه یک مقرازید، با هم باشید می بارید. نشنی چطور ری را در دهانش جن خاند؟ می خواهد مرا به چه زاند؟ از فقط لغلغه زبان نگرفتی، گوشهایت هم علیل شده. تو فرمانده لشکریان کوفه نیستی؟ قرار نیست با این لشکریان فاتح ملک ری شوی؟ لشکر کوفه هان؟ لشکر کوفه بی اذن امیر کوفه از جایش تکان نمیخورد ابله. خیال کردی من چرا هنوز در کوفه ماندم؟ به اختیار من بود تا کنون خاک ملک ری را به توبره عصب میکردم. حق با عمر است شمر، اختیار لشکر کوفه با عمر بود که غم نداشتیم. فکر میکنم وعده امارت ری ملعبه ای بود که مرا بفریبند و به قتال با حسین بفرستند. من که به وعده وفا کردم،
پس چرا خلیفه امروز فردا میکند و حجر را نمیفرستد؟ به خاطر داری که حسین ما را به چه وعده داد؟ تو را و مرا من از گندم ری نمیخورم. حسین دروخوست، دروخوریست شم تازه رازگو باشد. من که به ری نمیروم گندم بخورم، قصد افسانیش مرا بس است. نان جو میخوری؟ نانه جو در شکمش بیارنش میجفته کش. آرام باش عمر، آرام باش. وقتی این خوره جان را داری حاجتی نیست از مختار بترسی. همین خوراق بد قبض روحت میکند. آرام باش عمر، تو اهل خرافه نبودی. محض رضای خدا خل نشو. حسین سخنش وحی منظر نیست. هر سرا تنگ دید تیری در تاریکی انداخت تا شاید ما را بترساند و منصرف من کند. حسین معجزه داشت، خودش را نجات میداد. برخیز برای مختار چاره ای کنیم. هرچی به اون مهلت بدهیم کشتنش سخت‌تر می شود. لشکر کوفه در اختیار ما نیست. به درک برای کشتن مختار. مردان قبیله ها من کفایت من می کند. شرطی که بجنبیم و وقت را تلف نکنیم. حق با شمر است عمر. مرغ از قفس پریده. خب دوباره چینه بپاشید، تله بکارید، چه کارش کنید؟ به همان خدا رهایش کنید، به شکل و شمایل یک افعی در می آید و جان همه ایمان را می ستاند. زین پس مجبوری مختار را با یک چشم قبول کنی. جراحتی که من می بینم محبت گورم می کند. تو برای رسیدن به آرزویت دو چشم می‌خواهی. پس تردید نکن. این زخم نمی‌تواند کورت کند. عمره. خوب گوش کن رفیق را. من صبح علت طلوع آزم هستم. کجا با امید خدا؟ رازم را فقط با تو میگویم عمره. من به مکه میروم. خب هم سفرت میشم رفیق را. تو که نمیخوای به تنهایی سفر کنی. کاش میشد در کنارت باشم عمره. امثال عمر زهد و شمر ابن زلجوشن بر سر رو هم تله ها کاشتند. با وجود تو نمیتوانم از دامشان بگریزم. پس تکلیف قیامت چه میشود وقتی میخواهی از کوفه بگریزی؟ در حال حاضر شرایط برای قیام مهیا نیست عمره. من برای این قیام لااقل یکی دو سال فرصت میخواهم. شنیدم آل زبیر در مکه علم مخالفت با یزید را برافراشتند و مهیای جنگ با یزیدیان میشوند. چندی به مکه میروم. اگر شد با آل زبیر توافق میکنم و پوزوی یزید را به خاک میمالم. کاش به جای مکه به ایران میرفتی مختار. تو در ایران زودتر به مقصد میرسی. حق با تو بود عمره. اگر نیاز به خانه تکانی دل نداشتم. Oh, my God.
بن کامل، کیام، شما حکم دو بازوی مختار را دارید، به وفایتان میبالم. در غیابم تا میتوانید یارگیری کنید. از مقصدم نپرسید، گوش های ناپاک همچون عمر سعد و شمر در کمینند. به مقصد که رسیدم اخبارم را به گوشتان خواهم رساند. این یکی دو روز با اعمال ایزایی دشمن را فریب دهید. کاری کنید گمان کنن من هنوز در کوفه هم. ابو اسحاق، اجازه بده چند تن از یاران همراهیت کنن. نه من کامل، این سفر سفر آزمون مختار است. شرط تحقق رویای من بسته به این سفر است. مختار باید تنها تهیه دریغ کنن. برای دعا کنید. برو مختار، خدای کعبه نگه دارد. راهزنی؟ مسافرم. عازم کجایی؟ چطور؟ چون به راه مرگ میروی؟ مجبورم. صحرا رو میشناسی؟ نه به اندازه شما. جلوتر بروی میفهمی صحرا یعنی چه. عبور از این صحرا به تنهایی غیر ممکن است، آن هم با مرکبی که تو داری. مرکب صحرا اشتر است نه اسب. پس توشه راحت کو. مختصر نان آبی است. معلوم شد ناشی هستی و نابلد صحرا. از من میشنوی برگرد و اسبت را به اشتر ماده عوض کن که شیرده باشد. فقط با شیر و شتر میتوانی از صحرا جان سالم به در بری. شما چرا از بیراه سفر میکنی؟ خب بیراه کوتاه‌تر است، به شرطی که بلد راه باشی. نامت را مجبوری مثل مقصدت پنهان کنی؟ چرا میپرسی؟ صدایت به گوشم خیلی آشناست. دستار از چهره برداری شاد بشناسمت. من نامم ابوالغرق است، از طایفه ثقیف. ابوالغرق؟ مرا شناختی؟ نامت را شنیدم. من مختارم، پسر ابو عبید صحفی. مختار؟ خودت یا ابو اسحاق؟ حکمت خدا را ببین، جای دعایت را اجابت می کند که فکرش را هم نمی کنی. آرزو داشتم که از نزدیک زیارتت کنم و دستت رو ببوسم. تو مایه سربلندی قوم ثقفی ابو اسحاق. آوازه دلیری هایت را شنیدم شیر مرد ثقفی. درود بر تو، حق پشت و پناهت باشد. آهای پسرم، ابو اسحاق را به کاسه شیر شتر مهمان کن. ممنونم ابوالغرق. چشمت چه شده ابو اسحاق؟ زخمیست که از پیکار با دشمن برداشتن. بشکند دستشان. این نشان حراس دشمن از مختار است.
کسی که بتواند به مختار زخم بزند باید جنگجوی کارکشته باشد. رد پای جلوی چشمم نهادن تا هیچ وقت گمشان نکنم. خبرت را از زندان پسر مرجانه داشتم. چگونه از بندش گریختی ابو اسحاق؟ من گریختم، از زندان آزادم کردن تا نفی بلدم کنند. بسم الله مختار، ناقابل است، نوش جان کنی. ممنونم جوان، می ندارم. بخور ابو اسحاق، تازه می شوی. باید به سختی را عادت کنم. به خدا قسم شیر را میخوردی مختاری نبودی که من شناختم. حالا با خیال راحت نوشه جان کن. ممنون، بسیار گوار است. خدا را شکر که در تقدیر مختار به قاعده کاسه شیر شتر سهیم شدم. من رو ببخش که به شما شک کردم. بسیار بسیار کار به جایی کردی. مختار ما کیس است، هوشش از شمشیرش برنده تر است. کیس یعنی چه؟ یعنی باهوش، یعنی زیرک، یعنی همین که دیدی. تا من شیر را نخوردم نخورد. خدایا نمیرم و آوازه خروجت را بشنوم. خدا بخواهد که قرار از قاتلین پسر پیامبر را به سزای اعمال زشتشان برسانی. دیر نباشد که آن روز بیاید و غرق. قسم میخورم به اندازه خونهایی که در قصاص یحیی بن زکریا ریخته شد از قاتلین حسین بکشم. برو این خبر را به گوش داداران حسین برسان. بگو منتظر مختار باشید. صاحب خیمه، میهمان نمیخواهی؟ کسی داخل خیمه نیست؟ شمشیرت را بده به من. باور کن من راستن نیستم. حرف نزن. این خنجر به قدری تیز است که با یک اشاره دست روانی گورت میکند. شمشیرت را بده به من. دست ها به پشت، زود. توانی برگردی. ببخش شمشیره، من قصد تعرض به حریم خیمت رو نداشتم. ندا دادم جوابی نیامد. چون جوابی نشنیدی سرک کشیدی که از سر درون خیمه آگاه شوی. هوشت نکشید این خیمه بوته خود روی صحرانی صاحبی دارد؟ چرا بی اذن صاحب خانه داخل شدی؟ حق با شماست، خطا کردم. کی هستی؟ مسافرم. نپرسیدم کی هستی، پرسیدم کی هستی. آدمی زادم. عجب،
خیال کردم جانور صحرایی. از بیم دشمنانم ناگزیرم گمنام سفر کنم. مقصدم را پنهان می‌دارم تا ردم را پیدا نکنند. چه دشمن احمقی. بی عرضه‌ای مثل تو که ترس ندارد. این دشمن کیست که از خوفش آواره صحرا شدی؟ دشمنان من مشتی حیوانند که اهل بیت پیامبر را در صحرای نینوا تکه تکه کردند. نام انسان بر ایشان نهادن اهانت است بر آدمی. پس واجب شد بدانم که هستی. من همسر یکی از شهدای دشت نینوایم. کسی مثل تو که از بیداد یزیدیان آواره صحرا شده باید نام زهیر ابن قین را شنیده باشد. تو همسر مرحوم زهیر ابن قینی؟ بله، نامم دلهم است. تو که هستی؟ من مختارم، پسر ابو عبید صحفی. پس توی آن منتقم کرار. منتقم کرار؟ بله، انتقام گیرنده ای که سخت حمله می کند. ببخش شمشیره، تو در این برهوت صحرا تنها چه میکنی؟ حکایتش چندان پیچیده نیست. من در این منزل از زهیر جدا شدم. زهیر وقتی عزم حسین کرد مرا طلاق داد. نمیخواست دشمن بعد از اون مرا به جرمان که زن زهیرم آزار کند یا به اسیری ببرد. عهد کردم تا خبر مرگ یزید را نشنوم از این صحرا جم نخورم. میخواهم طلاق زهیر را تلافی کنم. سبحان الله، جنون یعنی همین. من زهیر را از جنگ یعمل جسر می شناختم، همان جنگی که کلید فتح الفتوح قادسیه شد. در آن ایام من نوجوان 13 ساله بودم. مرحوم پدرم فرمانده جیوش مسلمین بود. من هم با خود به میدان نبرد برده بود تا به قول خودش آتیده شدم. در آن ایام زهیر جوانی بود سینه ستبر و پولاد رک که بی پروا و مردانه می جنگید. در دلیری و جنگاوری مثل بود. هرگاه به میدان جنگ می رفت مرحوم پدرم با حسرت می خواست تا خوب تماشایش کنم و غیرت و شجاعت را از او بیاموزم. من بچه بودم، به زهیر حسادت می کردم. بارها به توصیه پدرم زهیر از من خواست تا با هم مشق جنگ کنیم، اما من هر بار سردرد و دلدرد را بهانه می کردم و تفره می رفتم و تن به مشق جنگ با او نمی دادم. مرحوم پدرم در همان جنگ کشته شد. بعد از مرگ پدر مرا به دلیل صغر سن به کوفه فرستادند. زن پس دیگر از زهیر خبری نداشتم تا سالها بعد که شنیدم از تاجرانه به نام شده و ثروت خوبی به هم زده. درست شنیدی. زهیر سالها سرش به تجارت بند بود و کاری به کار جنگ و حکومت نداشت. معتقد بود جنگ میان دو گروه مسلمان رسول خدا را متعلم می کند. پس چه شد که تغییر رأی داد؟ چه شد که از دنیا دل کنده به قافله نینوا رسید؟ حکایت غریبی دارد مختار، خیلی غریب. ما به سفر حج رفتیم. پس از حج عازم کوفه شدیم که در نزدیکی مکه قافله حسین را دیدیم. چند منزلی راهمان با حسین یکی می شد. زهیر خوش نداشت که با قافله حسین سفر کند. صبر کردیم تا حسین یک منزل جلو افتاد. وقتی حسین می رفت ما فرود می آمدیم.
و وقتی حسین فرود می آمد ما می رفتیم. دست تقدیر در منزلی دو قافله را به هم رساند. حسین قاصدی فرستاد و زهیر را به حضور طلبید. کار دنیا واژگونه است. از هر چه گریزانی وبالت می شود. می دانستم حسین بداند این قافله زهیر ابن قین است دست بردارم نیست. آسمان به زمین رسیده، شق القمر شده یا خورشید مرده؟ شاید کار واجبی داشته که قاصد فرستاده. کار واجب؟ کار واجبش این است که دعوتش را اجابت کنم و همراهش به کوفه بروم. دعوتت کرد اجابت نکن. عذر بخواه. بگو هزار جور مشغله داری. اموالت بی صاحب است و تجارتت لنگ. نمیتوانی با او به کوفه بروی. نه دلهم، نروم بهتر است تا بروم و تجارت و اموال را بهانه کنم. جایم بر سجاده خوب است. تجارت میکنم و نماز میخوانم. مرض ندارم آخر عمری خود را آلوده بلوایی کنم که باعث خسران دنیا و عقبی است. زهیر، پسر پیامبر خدا دعوتت کرده. به خدا قسم نروی به خودت ظلم میکنی. دلهم، من از روزی که فتنه در میان امت پیامبر افتاد با شمشیرم وداع کردم. قسم خوردم تا زمانی که مسلمان در برابر مسلمان ایستاده، شمشیر زهیر در نیام است. نمیتوانم عهد با شمشیرم را بشکنم. همراه شدن با حسین یعنی داخل شدن در جنگی که خدا میداند چه عواقب شومی دارد. چرا مرغت یک با دارد زهیر؟ کی خواست عهد با شمشیرت را بشکنی؟ کی خواست همراه حسین به کوفه بروی؟ بی ادبی است دعوت پسر پیامبر را رد کنی و حاضر به شنیدن سخنش نشوی. نکند ترسیدی؟ از چه باید بترسم؟ چه میدانم؟ این آسمان ریسمان بافتنها نشانه ترس است. میترسی حسین جانت را بخواهد یا اموالت را مطالبه کند؟ فکر آبرویت باش زهیر. مردم بشنوند که حسین زهیر را خواسته و زهیر نرفته، ضعیف و نفست بخوانند و ترسو. از فرداست که ورد زبانها و نقل محافل شوی. من بعد بخواهند ترسویی را مثل بزنند، به جای موش نام زهیر ابن قین را میبرند. دارم آمدم که بروم. نه به آن شوری رفتن، نه به این شیرینی آمدن. چه شده زهیر؟ حسین با تو چه کرده؟ من با حسین خواهم رفت. از تکلیف اموالت چه می شود؟ تجارتت لنگ می ماند. همه اشمال تو دارم. همه دنیای من تویی. هرچه از مال دنیا دارم به تو می بخشم. طلاقت میدم تا بعد از من زیان نبینی. طلاقم بدهی؟ محال است که حسین بایزید بیعت کند. اخبار موثق دارم که پسر زیاد مأمور به کشتن حسین شده و تدارک بسیار دیده. گله گله خلق کوفی را فریفتن برای مقابله و مقاتله با حسین. حسین هم که لشکری ندارد. همراه شدن با حسین یعنی داخل شدن در خانه مرگ. با مرگ من انگار تا متعلقی. چه بهتر فلحال متارکه کنیم. برو دلم، برو به اولاد و اموال برس.
اولاد و اموال بی تو به چه کارم می آید؟ دلهم، مرگ مقدر هر جانداریست. امروز نمیرم، فردا یا پسین فردا خواهم مرد. بر اجل باید صبوری کرد، نه چون و چرا. تو اکراه داشتی به سوی حسین بروی، من روانت کردم. انصاف از تنها بروی؟ من این رهایی را مدیون تو هم دلهم. جان نظر دلهم، طلاقت که بدهد اختیار با خود توست. دلهم، خدا میداند این طلاق طلاق عاشقان است. غیر از این فکر کنی، مدیون منی. خوب شد دلهم، حالا با خیال راحت هم سفر اوزه میشم. شب دهم محرم امام با اهل کاروان اتمام حجت کرده فرمودند: من بیعتم را از شما برداشتم، هر کس بماند بداند فردا کشته خواهد شد. عده‌ای از اصحاب ابراز وفاداری کردند. زهیر هم مثل بلبلی خوش نغمه آواز داد: وقتی ما بر حقیم، چه باک از کشته شدن داریم که به دیدار رسول خدا می رویم. به خدا قسم، اگر بمیرم و زنده شدم و باز هم بمیرم و زنده شدم و همینطور هزار بار بمیرم و زنده شدم، ترکتان نخواهم کرد. امام دستور داد مشعلها را خاموش کنند تا هر که میخواهد برود و از روشنایی شرم نکند. پسر زلجوشن، شنیدم در جنگ با پسر پیامبر تو از همه لشکریانت حریص‌تری. گرچه امیرت عمر سعد در آرزوی پادشاهی ملک ری له له میزند، اما میدانم قلبم مایل به مصاف با حسین نیست. این تویی که آتش بیار مرکه شده ای. از خدا بترس، امید هر وعده‌ای در آتش این جنگ بدمی باز ضرر می‌کنه. به خدا قسم، مال و مقام دنیا فانی است، به خجل شدنش در روز قیامت نمی‌ارزد. جز موعظه چه بلدی؟ تو در میدان جنگی، نه بر منبر خانه خدا. به جای زبان چرخاندن شمشیر بکش. حوصله من و لشکرم سر رفت، بس که سخنان بیهوده شنیدیم. بله، سخن کردن با کسانی که شمشیر در دستشان بدمستی می کند بیهوده است. ای خلق کوفه، منم زهیر ابن قین بجلی. اغلب شما مرا می شناسید یا آوازم را شنیدید. تاجرم از مال دنیا بی نیاز. من محضر رسول خدا را درک و در زمان خلفای اربعه مجاهدت ها کردم. یبلغه، تو با آل علی میانه ای نداشتی. چطور شد بیعت با امیرالمومنین یزید را شکستی و طرفدار حسین شدی؟ خیال کردی حسین پادشاه عراق می شود و تو وزیر اعظمش؟ آن؟ بر فرض من حسین چنین خیالی داشتیم ملعون، حال که اوضاع دگرگون است. از شما کوفیان می پرسم، پادشاهی عراق عزیزتر است یا جان شیرین من؟ به خدا قسم، حسین به عراق نیامد جز به دعوت شما. نیتی ندارد جز هدایت شما. آرزویی ندارد
جز رهایی شما. حسین زیر بار ظلم نرفته و هرگز دست بیعت به خلیفه ستمکاری چون یزید نخواهد داد. خاموش. نظر جوشن، من هم موافق عقب نشینیم. سرورم حسین قصد نماز کرده، مصلحت بدانید موقتا ترک جنگ کنیم. زهر حصار نیزه ها و شمشیرها را شکست و مثل پروانه آمد تا در نماز عشق بال و پر بسوزاند. باحت دارد شم پسر خیلی هنوز یک تازی میکند. به معجزه شبیه تر از تاب جنگ. بی پدر پوست نهنگ دارد و زور فیل. نهیب میکند، لشکریان خودشان را خراب میکنند. به زر قین انگوش کچک حسین است. با هاشمیان چه میکنی که با هاشموهای پولادین حسین هم با عباس ابن علی؟ حتما عباس به میدان بیاید همه با دیدنش زهره میترکانید. بعید نیست جگر شیر میخواهد با عباس ابن علی رو در رو شود. مسافت هم بتم کافی است. جنگ را مغلوبه کنید. با همه لشکر به خیمه حمله ور شوید و شر حسین را بخوابانید. فلحال حسین قصد نماز کرده. میخواهد جنگ را تعطیل کنیم تا نمازشان را بخوانند. بخواند شمر، بخواند. بعد از نماز کارش را بساز. واقعا میخواهید اجازه دهید حسین نماز بخواند؟ نماز واجب شرعی است پسرم. نمیتوانیم مانع ادای فریضه واجب شویم. پس جنگ را باخته اید. چطور؟ این جماعت به قتال حسین آمده اند چون فکر میکنند حسین کافر است و از دین خارج شده و
وقتی ببینند حسین به خاطر خواندن نماز جنگ را ترک کرده میفهمند که فریب خوردند. عجب نظر پخته ای. اینطور نیست امر؟ خب البته نظر آقازاده بسیار ظریف است و دقیق. پس نباید اجازه دهیم حسین نماز بخواند. نه چرس کنم شما امیرید ما سرباز. نه شمر نه، مانع نمازشان شوید. زهیر پای از زمین کنده بود، برای رفتن به میدان مثل کودکی بود که برای مادر آغوش باز کرده. بعد از نماز در حالی که سخت تشنه بود و زخمی به میدان شتاب. Thank you.
بعدها درباره دیدار زهیر با حسین نقل‌های گوناگون شنیدم که زهیر از آنها حرفی نزد. چه نقلایی؟ فیلمسل شنیدم که حسین لوحی ملکوتی به زهیر نشان داده که در آن نام شهدای نینوا بوده و نام زهیر ابن قین در شمار آنان حک شده، یا شنیدم حسین از میان دو انگشتانش همه چیز را به زهیر نشان داده. مختار، همون دستی که علی ابن حسین را بیمار کرد تا شیعه بی امام نماند، مختار را هم زندانی کرد که شیعه بی منتقم نباشد. تو دست انتقام خدایی مختار، پس به مکه برو، رمی جمره کن، خلیلوار بت‌های درونت را بشکن و جسمت را به آب زمزم شسته شده. داران عاشورا تسلای خاطر میخواهند مختار. داران عاشورا تسلای خاطر میخواهند مختار.